خب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، إن شاء الله تو این جلسه جملاتی رو درباره تقوا و اهمیت تقوا خدمت شما عرض خواهیم کرد. به قرآن کریم که مراجعه میکنیم، میبینیم که خداوند متعال معیار خوبی ها رو تقوا قرار داده. مثلا عدالت که یک مفهوم و یک واقعیتی که مورد پسند و مورد رضایت همه انسان ها هست، خداوند متعال در سوره مائده آیه 8 میفرمایند که اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید چون عدالت به تقوا نزدیکتره. یعنی معیار حقیقی، ملاک حقیقی برای خوبی ها تقواست. اگر عدالت خوبه، چون عدالت به تقوا نزدیکه. یا مثلا تو سوره مبارکه بقره آیه 237 خداوند متعال میفرمان که و ان تعفو اقرب للتقوا، این که انسان بخشش داشته باشه، عفو و بخشش داشته باشه، این به تقوا نزدیکتره. یعنی خوبی بخشش، خوبی عفو به اینه که به تقوا نزدیکه. پس معیار هر خوبی، حتی خوبی عدالت، معیار هر خوبی اینه که چقدر نزدیک و مطابق با تقوای خداوند باشه. خب، پس محور هر خوبی تقواست. خب، سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه بقره، خداوند متعال می‌فرمایند آیه 282، سوره مبارکه بقره آیه 282 خداوند متعال می‌فرمایند و تقوا الله و یعلمکم الله. اگر بخوایم این آیه رو توضیح بدیم، معناش این گونه است: تقوای الهی را رعایت کنید که اگر تقوای الهی را رعایت کنید، ما فواید و نتیجه های فراوانی به شما میدیم و این تقوای شما آثار فراوانی داره که خیلی از آنها را ما نمیتوانیم بیان کنیم، ولی آن مقداری که میشود گفت این است که خداوند میشود معلم شما. یعنی اون جزء آثار متوسط تقواست. خیلی از این اثر آثار بیشتری هست، اونا رو خداوند میفرمان ما اونا رو نمیتونیم بگیم. اونی که میشه گفت، اونی که قابل بیانه، اینه که من خودم میشم معلم و استاد شما. خب، اگر انسان بخواد یک علمی رو یاد بگیره، اگر معلم انسان مثلا بگن معلم شما بهترین معلم این شهره، بهترین معلم این استانه، خب چقدر باعث افتخار انسان میشه؟ اگر بگن معلم شما بهترین معلم، کسی رو که برای شما به عنوان معلم و استاد گذاشتیم، معلم اول کل بوسنیه، خب چقدر باعث افتخاره؟ حالا اگر بگن
شما رو ما میخواییم آموزش بدیم. استاد شما کیه؟ استاد شما امام زمانه، خیلی افتخاره. حالا اگر بگن استاد شما پیغمبره، بیشتر افتخار. حالا اینجا خداوند میتونه من خدا میشم معلم شما. این افتخار بزرگ، این سعادت بزرگ در سایه چی به دست میاد؟ در سایه تقوا به دست میاد. خب خیلی وقتا انسانهای مؤمن، مخصوصا جوانها، انسان ازشون میشنوه که کاش که خداوند متعال کسی رو بر ما میفرستاد، یک معلمی برای ما میفرستاد، برای ما تهیه میکرد که این معلم راه و روش زندگی و سعادت رو به ما یاد میداد، دست ما رو میگرفت، میگفت این کار خوبه، این کار بده، ما رو در راه خدا راهنمایی میکرد. خب خداوند متعال در این آیه میفرماید من خود خدا دست شما رو میگیرم، شما رو راهنمایی میکنم، شما رو تحت آموزش خودم قرار میدم اگر تقوای الهی داشته باشید. واضحه، مشخصه که اون چیزی که خداوند میخواد به انسان یاد بده، علمی که میخواد خداوند یاد انسان بده، از این علمهایی که بین ما هست، علم فرض کنید فیزیک و شیمی و علم فرض کنید ادبیات و این چیزا نیست، بلکه اون علمی که میخواد یاد ما بده، اون علم به حقایق هستیه. خب حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه، اگر انسان تحت تعلیم الهی قرار گرفت و خداوند متعال اونو به حقایق هستی آگاه کرد، چه اتفاقی میفته؟ به چه مقام و منزلتی میرسه؟ خب برای اینکه این سوال جواب داده بشه، به آیاتی از سوره مبارکه بقره مراجعه میکنیم، آیه 30 و 31 سوره مبارکه بقره. خب در آیه 30 خداوند متعال این گونه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. پیامبر به یاد بیاور هنگامی که پروردگار تو به ملائکه گفت که من میخواهم بر روی زمین خلیفه و جانشینی قرار بدهم. خب اینجا نکته ای هست در این جمله، اینکه آیه این گونه شروع میشه، به پیامبر میفرمایند که پیامبر به یاد بیاور هنگامی که ما به ملائکه گفتیم که ما میخواییم بر روی زمین خلیفه قرار بدیم. یعنی این مال آغاز آفرینش حضرت آدم، یعنی حضرت آدم هنوز خلق نشده بود. خب ما کی میتونیم به کسی بگیم که به یاد بیاور، یادت باشه؟ موقعی میتونیم به کسی یادآوری کنیم، بگیم یادت هست، که اون شخص در اون واقعه، در اون حادثه حضور داشته باشه. مثلا حالا مثالی که بزنم، مثلا الان درسته که من به حاج آقای شیخ مصطفی بگم که حاج آقا یادتونه اون موقع که به اصطلاح بند بوسنی بودم، چقدر می اومدم به اصطلاح ویسوکو مزاحم شما می شدم؟ خب الان اینجا صحیحه، درسته که من بگم یادتونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو اون قصه، تو اون داستان، تو اون جریان حاج آقای شیخ مصطفی حضور داشتن. ولی اگر کسی که تو اون داستان نبوده، اونجا نبوده، مثلا شخص دیگه ای، شخص مثلا حسن نامی، من بگم که حسن آقا یادته که اون موقع ما می اومدیم ویسوکو مثلا خونه حاج آقای شیخ مصطفی چقدر خوب بود؟ خب حسن آقا میگه که داری در مورد چی صحبت میکنی؟ من اطلاعی ندارم.
پس موقعی میتونیم به کسی بگیم که یادت هست فلان چیز را، که اون شخص در اون حادثه در اون مطلب حضور داشته. خب تو این آیات خداوند متعال دارن درباره خلقت حضرت آدم، قبل از خلقت حضرت آدم صحبت میکنن، به پیامبر میفرمایند که پیامبر ما یادته که من قبل از خلقت حضرت آدم به ملائکه میگفتم میخوام بر خودم جانشینی در زمین قرار بدم؟ این یعنی این که پس حقیقت وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از خلقت حضرت آدم موجود بوده است، و الا معنا نداره که خداوند بفرمایند که ای پیامبر یادت میاد که من به ملائکه گفتم که خلیفه میخوام روی زمین قرار بدم. پس حقیقت پیامبر قبل از خلقت حضرت آدم موجود بوده، هرچند از لحاظ ظاهری پیامبر از نسل حضرت آدم حساب میشن. اما بقیه آیه خداوند متعال میفرمایند که قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ملائکه در برابر این فرمایش خداوند عرض کردند که ای خداوند، آیا میخوای در زمین کسی رو قرار بدی که فساد در زمین به پا میکنه، خونریزی در زمین ها به راه میندازه؟ اگر میخوای کسی رو در زمین خلق کنی که عبادت تو رو بکنه، خب ما هستیم و نحنو نسبه به هم دیگه، ما شما رو تسبیح میکنیم و شما رو حمد و ستایش میکنیم و شما رو تقدیس میکنیم. خب سوالی مطرح میشه، فرق بین تسبیح و تقدیس چیه؟ تسبیح به اینه که، معنای تسبیح اینه که خداوند را از نقائص، هر آنچه که باعث نقص خداوند رو مبرا بدونیم، بگیم که خدا، اعتقاد داشته باشیم که خداوند جهل ندارد، خداوند عجز ندارد، یعنی تمام چیزهای منفی، همه چیزهای نقصدار را از خداوند دور بدانیم. خب این معنی تسبیح است. خب اما تقدیس معناش با تسبیح فرق میکنه. تقدیس به این معناست که ما صفات کمال را از خداوند نفی کنیم. خب نه اینکه خداوند کمالی ندارد، نه، بلکه آنکه کمالی که دارد مثل علم، مثل قدرت، علم خدا مثل علم ما نیست. علم ما علم محدودی است، همراه با جهل فراوانی است، نسبت به بسیاری از امور جهل داریم. پس خداوند علم دارد، اما نه مثل علم ما، علم کامل دارد. پس اینکه ما صفات کمالی ناقص را از خداوند نفی کنیم، این تقدیس خداوند می شود. تقدیس یعنی این که خداوند علم دارد ولی نه مثل علم ما، قدرت دارد ولی نه مثل قدرت ما، و هر صفات کمالی که دارد با صفات کمالی ما فرق دارد. خب ملائکه عرض کردن که خدایا ما تسبیح و ستایش شما میکنیم و شما را تقدیس میکنیم، پس ما کافی هستیم و احتیاجی به خلقت آدم نیست. خداوند متعال فرمودن که انی اعلم و ما لا تعلمون، همانا من
چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. یعنی من قابلیت هایی در آدم میبینم که آن قابلیت ها در شما نیست. به خاطر همون قابلیت ها او میتواند خلیفه من در زمین باشد ولی شما نه. سوال، اون قابلیتی که در انسانه که سبب میشه انسان خلیفه خدا در زمین بشه، اون قابلیت چیه؟ خب قبل از اینکه درباره این سوال، درباره جواب این سوال صحبت کنیم، خوبه درباره معنای خلیفه توضیح عرض بکنم. خلیفه خدا یعنی جانشین خدا، یعنی کسی که تمام قدرت و شؤون الهی رو دارا می باشد. الان به عنوان مثال، الان اگر شما کاری دارید به اداره مراجعه می کنید، اگر رئیس اداره موجود نباشد، جانشین او، معاون او اون ورقه شما رو امضا میکنه. خب الان امضای جانشین رئیس، امضای معاون رئیس، تمام آثار امضای خود رئیس رو داراست. الان حالا با مثال دیگه، الان این تصدیق راهنمایی رانندگی، کارتی که به عنوان تصدیق راهنمایی رانندگی که این آقا راننده است، اینو که انسان نگاه میکنه غالبا این گونه است: خود رئیس راهنمایی رانندگی، رئیس راهنمایی رانندگی پلیس، خود رئیس امضا نکرده. غالبا انسان میبینه نوشته شده جانشین و امضا کرده، و اعتبار امضای جانشین مانند اعتبار امضای رئیسه. خب یه نکته دیگه اینه که انسان، خداوند موقعی که میفرماید من میخوام در زمین جانشین قرار بدم، منظور این نیستش که انسان جانشین خدا در خصوص زمین است، بلکه جانشینی انسان از طرف خدا محدود به زمین نیست، بلکه انسان جانشین خداست، حتی نسبت به آسمانی ها، اهل آسمان ها، نسبت به ملائکه. پس چگونه خداوند می‌فرماید که من می‌خواهم در زمین جانشین قرار دهم؟ چون انسان موجودی مادی می‌باشد، احتیاج به یک جا و قرارگاه دارد. جا و قرارگاه و محل سکونت او در زمین است، نه آنکه محدوده خلافت و جانشینی او زمین است. مثل آنکه یک پادشاه بر کل کشور حکومت می کند، ولی جای او، محل قرار او، محل سکونت او در پایتخت است. معنای این نیستش که محدوده سلطنت این پادشاه فقط در پایتخت است، بلکه محل سکونت او پایتخت است و از آنجا بر کل کشور حکومت میکنه. پس انسان، منظور ما از انسان نه هر فردی، یعنی انسان کامل. پس انسان کامل جانشین خدا بر تمام مخلوقات است و محل سکونت او در زمین است. پس گفتیم که خداوند متعال می‌فرمایند که در انسان قابلیتی وجود دارد که به واسطه آن قابلیت انسان کامل لیاقت جانشینی خدا را پیدا می‌کند. خب باید الان صحبت کنیم اون قابلیتی که در انسان کامل است، اون قابلیتی که
در همه انسان ها هست، منطقه این قابلیت در انسان کامل بروز و ظهور پیدا میکنه. این قابلیت چیه؟ باز تأکید میکنم این قابلیت در همه افراد انسان هست، ولی ما این قابلیت را شکوفا نمیکنیم. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میفرمایند همه انسان ها قابلیت پیغمبر شدن را دارند، ولی به خاطر گناه و معصیتی که می کنیم این قابلیت هیچ وقت شکوفا نمی شود. الان ببینیم منظور از این قابلیت چیه. خب خداوند متعال بلا فاصله بعد از اینکه می فرمان من چیزهایی می دانم که شمای ملائکه نمی دانید، می فرمان که و علم آدم الاسما کلها، خداوند تمام اسما را به حضرت آدم تعلیم دادند. یعنی اون چیزی که من میدونم، اون قابلیتی که من میدونم تو جناب آدم هست، اون اینه که میتونه تحت تعلیم من قرار بگیره و علم به اسما پیدا کنه. پس خیلی این ها علم به اسما خیلی مهمه، به خاطر اینکه انسان قابلیت علم به اسما رو داره، انسان کامل میتونه خلیفه خدا باشه. خب منظور از اسما چیه؟ یعنی مراد از اسما، خب اسما جمع اسم، مراد از اون اسمها چیه؟ اسم همین اموریه که ما میبینیم، در و دیوار و زمین و آسمان و میز و کتاب و تلفن، منظور اسماء این چیزهاست. خب اینکه همه انسانها علم به این اسماء لفظی، به این الفاظ، میز، در، دیوار، همه انسان ها حتی کفار علم به این اسما دارن. خب ولی امکان ندارد که مراد از خلیفه خدا کسی باشه که علم به این الفاظ داشته باشه. امکان نداره که خلیفه خدا اشخاصی باشن که اصلا اعتقادی به خدا ندارن. خب باید صبر کنیم ببینیم آیات بعد، جملات بعد این اسما رو برای ما توضیح میده یا نه. بقیه آیه رو دقت بفرمایید. قال اینی، ببخشید، ثم عرضهم علی الملائکه، سپس خداوند متعال، دقت کنید کم کم معنای و مراد از اسما مشخص میشه، سپس خداوند این اسما را بر ملائکه عرضه کرد. در زبان عربی ضمیر، اگر درباره کسی بخوایم صحبت کنیم که اون انسانه و عاقله، یک ضمیر خاصی میاریم، ولی اگر درباره چیزهایی که عاقل نیستن، جزء جمادات هستن، درباره اینها بخوایم صحبت کنیم، ضمیری که بخواد بیاد فرق میکنه. نکنید اگر چند به اصطلاح انسان اینجا باشن، ما بخوایم بگیم این انسانها رو دیدیم، میگیم رأیتهم، دیدم آن انسانها را. یعنی ضمیری که میاد ضمیریه که مال انسان عاقله. ولی اگر اینجا چند تا کتاب باشه، کتاب که عاقل نیست، اینجا اگر چند تا کتاب باشه، چند تا سنگ باشه، اگه ما بخوایم بگیم اینا رو دیدیم، نمیگیم که رأیتهم، میگیم این کتاب ها که اینجا هستن، رأیتها،
ضمیر ها میاریم اینجا، اشاره به اینکه این کتاب ها عاقل نیستن. الان خداوند متعال نسبت به این اسما میفرمایند که ثم عرضهم، ضمیری که اومده ضمیر همه، یعنی مشخص میشه که منظور از اسما، مراد از اسما هرچی هست، اینها یک سری چیزهای عاقل هستند. پس تا اینجا معلوم میشه مراد از اسمها اسمهای لفظی نیست. لفظ میز، لفظ تلفن، لفظ دیوار، لفظ زمین، بلکه اموری هستند، چیزهایی هستند که عاقلند. در ادامه خداوند متعال خطاب میکنن به ملائکه. خب حالا میخواید بقیه بحث باشه برای جلسه بعد، چون اگه بخوایم واردش بشیم نمیتونیم تکمیل کنیم.